همراهان محترم برنامه منشور سلام. در این برنامه قرار راجع به نشانه ها و نمایه هایی که تحت عنوان فرهنگ ایرانی در قالب هنرهای تجسمی در بازارهای خارجی عرضه میشن صحبت بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. فرایند آثاری که خارج از ما، خارج از در اصل سرزمین ما، توی در اصل کشورهای خارجی تو موزه‌های مهم دیده میشه، یه نگاهی بکنید به اون آثار، آثاری که با قیمت‌های گزافی اونجا به دیوار اونجا آویخته شده، فروخته شده، ببینید اونا نمایندگی میکنن ذهنیت ما ایرانی‌ها رو. از ما چی دیده میشه اونجا؟ از ما یه سری لایه‌های از خط و خوشنویسی، یک هذیانی توأمان از به حجو کشیدن فرهنگ ایرانی، بعد به عبارت دیگه یک مسخره کردن تاریخ، در کلیتش آثاری که یک ناخودآگاهی انباشته از عجق وجق های فرهنگی، عناصر در از تو در تو و مالی خولیایی، این اون چیزیست که از ما اونجا دیده میشه. در طیف عرض کردم نمونه های مثلا به عبارت دیگه جداگانه‌ای داریم که میتونه دو این بخش دو این کاتگوری نگنجه، اما قالب آثار همینن، آثاری که دست به دامن خط خوشنویس شدن، دست به دامن در از مراسم های آیینی شدن، از تلفیق بین سنت ها به صورت آریتی عرض کردم، منظورم این طیف آثاری که میشه بگیم بخش عظیمی از این تجربه ها رو تشکیل میدن، از ما اونا دیده میشه. شما به عنوان یک فرد غیر ایرانی وارد این گالری بشین، چه تصویری از ایران پیدا میکنید با نگاه کردن به این تجربه ها؟ چی فکر میکنید در مورد جامعه؟ اون سنت ها دارن در اصل آینه هایی هستن که دارن بازتاب فضای ذهنی ما رو دارن اونجا نشون میدن. خب این اونجاست که در اصل معضلات جغرا ناپذیره. فرض کنید برای یک توریستی که از یک کشور خاورمیانه‌ای به پاریس میره، اولین شاخصه پاریس ایفله و احتمالاً خرید یک کارت پستال از ایفل یا یک جاسویچی از که نقش برج ایفل داره براش جذاب خواهد بود، ولی جزئیات اون شهر با اون حرف نخواهد زد، به خاطر اینکه توریست احیاناً از تاریخ اون شهر بیخبره و جزئیات به نظرش بی‌معنا میاد. مثلا اینکه بخشایی از شهر پاریس، کف خیابون، سنگ فرش‌های قدیمی که روشون آسفالت شده، آسفالتاش کنده شده و سنگ فرش‌ها داره خودشو نشون میده. این تصویر برای یک شهروند از یک کشور دیگه که احیاناً از تاریخ فرانسه بیخبره، احتمالاً معنیش این خواهد بود که خب شهرداری رسیدگی نکرده، آسفالت ها ترک برداشتن، بعد کنده شدن و زیرش سنگ فرش‌های قدیمی خودشون رو نشون دادن. ولی برای یک شهروند پاریسی چه معنی میده؟ شهروند پاریسی میدونه که تا سال 1968 و انقلاب دانشجویی 1968 کل شهر پاریس کفش سنگ فرش بوده. بعد توی اون انقلاب های دانشجویی دانشجوها از اون سنگ فرش ها به عنوان وسیله جنگی استفاده کردن، پرت میکردن به سمت پلیس. بعد انقلاب دانشجویی که سرکوب شده، سالهای بعد شهرداری پاریس تصمیم گرفته کل پاریس رو آسفالت کنه که دیگه این اتفاق نیفته و سالها بعد پشیمان شدن و چون اگه آسفالت رو خودشون میکندن سنگ فرش ها خراب میشده، گذاشتن که آسفالت خود به خود از بین بره. خانش یک شهروند پاریسی در مورد یک حادثه ساده‌ای که کف خیابونا آدم ممکنه باش مواجهشن بسیار متفاوته. طبعا توریست تصویر برج ایفل رو به تصویر سنگ فرشایی که داره از زیر آسفالت دیده میشه و به نظر آرزه راه و ساختمان میاد ترجیح میده و این دقیقا همون بحرانیه که ما دوچارشیم در ایران.
از کجا میفهمیم که کاری که میکنیم واقعا کار هنریه یا نه؟ طیف وسیعی از تجربه رو میتونیم بگیم کار هنری، تا اینجاش مشکل نداریم، ولی از کجا میفهمیم که واقعا این به درد جامعه میخوره یا نه؟ از نتایج کار هنری ما میتونیم اینو بفهمیم، از نتایجشون در خود زندگی. ما از راه به پرسش کشیدن خود تجربه، این تجربه کجا میره، کجا ویخته میشه، بعد به عبارت میتونیم تعاریفی انجام بدیم. من یکی از درس یاد یکی از جمله یکی از نقاشای درس روزگار دیده میافتم که میگفتش که خیلی دلم میخواست که کاری که من میفروشم بره آویزون بشه خونه یک نویسنده، یک مثلا که یک پشت یک کانمی میزی قرار بگیره که کنارش چند تا جلد کتاب باشه، نه اینکه بره خونه یه نفر که با کار مبلش و برای چیدمان اناس اکسسوارهای داخل خونش ست باشه. منظورش دقیقا به همین نکته ظریف بود که وقتی به چشمانداز تجربه هنری به فکر میکنه میتونه تخمین بزنه که این فروش در آخرش به کجا ختم میشه. اگه قراره که من از روش هنری تجارت بکنم، اصلا چرا کار هنری رو انتخاب میکنم برای تجارت؟ مگر مدیای هنر قصد نداشت که یک کاری دیگه ای انجام بده؟ آرمان این چیزی دیگه ایه، هدف قایش چیزی دیگه ایه. با اینکه من اصلا مشکل ندارم، مثلا بحث من این نیستش که چرا اقتصاد هنر یا به عبارت دیگه کار به فروش میره. من میگم به این شکلی رایجی که سفارش دهنده جهت بده من برای اینکه کار هنری میکنم برم اونو ایرانی معابش بکنم، این بعدن خسارتهای جبران ناپذیری به در از کل جامعه خواهد زد. در طول تاریخ هنر به ویژه در هنر معاصر، یعنی پس از دهه 1950 میلادی، ما بهترین آثاری که در دنیا به عنوان شاخصه های هنر ازشون یاد میکنیم آثاری هستند که با تجربه زیسته هنرمند نسبت مستقیم دارن. چیزی که ازش حرف میزنم اینه که هنرمند چقدر از زندگی فردی اجتماعی، اینا رو میتونیم به هم متصل کنیم، فردی اجتماعیش رو در اثر خلاصه کرده. اساساً آنچه که در اثر هنرمند اتفاق میفته چقدر با زیست هنرمند نسبت داره، چطور میتونه زیستش رو ترجمه کنه به اثر هنری. شما ممکنه که در مسیر ترجمه زیستتون به اثر هنری از موتیف‌های قرون گذشته ایران هم استفاده کنید، منتها تفاوت این شکل روایت با روایت توریستی فکر میکنم برای هر کسی که از این بستر فرهنگی آگاه باشه قابل تشخیصه. اینکه آیا صرفاً با استفاده از موتیف‌های برآمده از صنایع مستظرفه ایران قصد داشته اثرش را دیگر پسند کند، و یا اینکه واقعاً روایتی برآمده از تجربه زیستش در این منطقه جغرافیایی، حالا نه ایران، هر جایی، مثلا خاورمیانه، به اثر متصل شده که این اتصال به صورت طبیعی صورت گرفته. مشکل ما این است که کسایی که تو این حوزه هستن که میتونستن کارشون رو بکنن، طبعا برخی مشکلاتی به چیزایی فکر میکردن کارشون رو میکردن. چه جوری شد؟ ببینید، برای اینکه بگم بهتون، مثلا فرض کنید 10 سال پیش هم آرتیستش کارشون میکرد، 15 سال پیش هم کارشون میکرد، یه فروش محدودی هم داشتن، این خطر هم وجود نداشت. از وقتی این آثار خارج شدن و در واقع یه سلیقه اونجا اعمال شد که آقا اینو میخوان، این مدلی بکشی میخوان، اگر مثلا توش خط بیاری میخوان، اگر نمیدونم ایرانی بشه، نمیدونم چادر سرش کنه، روسری سرش کنه، دختر ایرانی روسری داره مثلا با فلان کار کنی خوب میره. این نکته است، میتونه این در واقع باعث بشه که فکر کنی ای میخوام پس منم شروع میکنم. این همه آثاری که الان اینقدر به هم شبیهه به لحاظ در واقع نگاه، مشکلش همینه، برای اینکه اون برای سلیقه ای درست شده. اون سلیقه هم کی درست کرده؟ خود ما درست کردیم. ما میتونیم کارهای بهتری ببریم، خودمون گفتیم نه اینا رو احتمالاً اونا بیشتر میخوان، یا شاید هم اونا میخواستن واقعا، من نمیدونم این به این معنا، ولی به هر حال این سلیقه رو ما اونجا درست کردیم. بنابراین هی حالا از اینجا تقاضایی که میشه تقاضای یه سری کار اینچنینی. Thank you.
اگر بخوایم راجع به اقتصاد هنر صحبت کنیم، بحث بسیار تخصصی است، چون در حوزه اقتصاد وارد خواهیم شد. بنابراین آنچه که من میتونم راجع بهش صحبت کنم، آن بخشی است که در واقع نمود اقتصاد هنر هست، آن چیزی که ملموس است و میتونم راجع بهش بگم در حوزه تجسمی. به این معنا من میتونم به بخش‌های مختلفی که در این حوزه فعال هستن بپردازم، یعنی به هنرمند به عنوان تولید کننده اثر هنری، به در واقع گالری دار به عنوان عرضه کننده این تولید و این اثر هنری، و در واقع بخشی که مخاطب این آثار یا خریدار این آثار هستند. هنرمند اون بخشی از این ماجرای اقتصاد هنر هست که کمترین دخالت رو به صورت مستقیم در این بخش داره، به این معنا که هنرمند بر اساس نیازهای خودش، بر اساس نیازهای درونی خودش، معمولا بدون نگاه اقتصادی به تولید آثار میپردازه. این آثار در واقع به وسیله گالری دار، به وسیله افرادی که در این حوزه فعال هستند، به نمایش در میاد برای خریدارانی. ما در حوزه هنر اگر بخوایم به صورت ساده مسئله عرضه و تقاضا رو مطرح کنیم، خواهیم دید که چیزی مانند در واقع مسائل مختلف اقتصادی به معنای عرضه و تقاضای واقعی وجود ندارد، به این معنا که این تقاضا یک تقاضا و یک نیاز دائمی نیست یا دست کم در جامعه ما نیست، یعنی نیاز به اثر هنری یا فرهنگی، این نیاز در جوامع دیگه به وجود آورده می شود. دهه معاصر یک چرخش مالی بزرگی تو خاورمیانه اتفاق میفته و هنر ایران در مرکز توجه جهانیان قرار میگیره. این خیلی خوبه که این اقتصاد هنر در ایران در از پا میگیره، اما معضلات خیلی زیادی هم داره. رشد نابهنگام این اتفاق یا غیر طبیعی رشد کردن این اتفاق باعث میشه که هنر رو از زندگی دور کنه، هنر تبدیل به کالا بشه. موضوع همینه در است. رفته رفته تجربه های هنری فاصله خودشون رو با زیست طبیعی آدم ها دست میدن. تو گالری ها مخاطب آثار هنری یه عده مخاطب میشن که از این گالری به اون گالری میرن. مهمتر از همه رابطه گفتگوی فکری و یا دیالوگ با تجربه های هنری قطع میشه، به علت اینکه با ضرب آهنگ واقعی جامعه حرکت نمیکنه. بنا به این نوع سفارشات، بنا به یک نوع پارامترهایی داره شکل میگیره. بعد این خود به خود تبدیل به یک جزیره میشه، منفک میشه از تجربه واقعی در از اتفاقایی که میفته و کلا افق و دوران. سوال اینجاست، از کجا معلوم ذائقه افرادی که از ما کار میخرن کارشناسانه است؟ اونا از کجا میتونن تخمین بزنن که ما باید چگونه کار بکنیم؟ به دلیل اینکه چون تو این داد و ستد مالی ما رو وضع اقتصادی ما رو خوب میکنن، آرتیست وضعش خوب میشه، کار میخرن، آیا باید بتونن جهت فکری ما رو عوض بکنن؟ که میکنن. این معضل اصلی ماست. در این حال که دارن به ما پول میدن، خیلی چیزهای دیگه از ما دارن میگیرن. تاریخ ما رو دارن جهت میدن. اون متنهایی که در پیوست میشه به این تجربه های هنری، اون متنهاست که نسلهای آینده از ما خواهند خوند. اینا همش بسیار مهمه. جامعه‌ای که از ما تعریف میشه اونجا برای نسل آینده ما مهمه. Thank you.
برخورد توریستی شامل هر فرهنگی میشه. یعنی همون قدری که مثلا اهالی اروپای غربی با محصولات فرهنگی اینجا احتمالا برخورد توریستی کردند و احتمالا هنوز هم میکنن، ما هم همچین رفتاری کردیم. مثلا زمانی که هنر مدرنیستی به ناگهان وارد ایران شد و به ایران معرفی شد هم تقریبا سازوکار از همین دست بود. فرقی نمیکنه، مسئله من شناخت دقیق و درست کانتکستیه که اثر فرهنگی، اثر هنری ازش برآمده. یعنی ما چاره ای نداریم برای ادراک درست یک اثر ادبی یا یک اثر تجسمی، یک اثر دیداری، کانتکست بستری که اثر در اون شکل گرفته رو بشناسیم. در غیر این صورت در اغلب موارد ادراک ما از اثر اشتباه خواهد بود، کما اینکه در طول دهه‌های گذشته بارها و بارها این اتفاق افتاده. بارها و بارها آثاری چه در حوزه ادبیات، چه در حوزه سینما، چه در حوزه هنرهای دیداری بر اثر خوانش اشتباه دچار ممیزی شدند، مثلا دچار کج‌فهمی شدند اساساً، و این اتفاق همه جایی فکر میکنم. منتها تفاوت عمده‌ای که هست که به ویژه من تو سالهای اخیر بین دانشجوهایی که از ایران میرن و مثلا توی اروپای غربی یا امریکا تحصیل میکنن خیلی مسئله چالش برانگیزی شده، این هست که از اونجایی که به طور ویژه بعد از دهه 1950، یعنی پس از به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم، فرهنگ غالب جهان فرهنگ نیمکره غربی شده، یعنی مهمترین رسانه های دنیا در اختیارشون بوده، بالاترین شمار نشر کتاب رو داشتن، برای مثال زبان دانش زبان انگلیسی شده و موضوعاتی از این دست که هممون میدونیم، اتفاقی که افتاده اینه آگاهی جهانی نسبت به بسترهای فرهنگی آن نیمکره امری مسلم فرض شده و ناآگاهی نسبت به نیمکره دیگر هم امری مسلم. مثالی که میزنم و اشاره کردم که به دانشجوی ایرانی که مثلا تو اروپای غربی یا امریکای شمالی تحصیل میکنن برمیگرده، این هست که بسیار شنیدم دوستانی که با هم مشاوره میکردن برای پایان‌نامه‌شون یا نظر میخواستن در مورد کارشون، از سمت استاداشون این جمله رو شنیده بودن که مثلا کار شما به یک سنت، به یک آیین، به یک رخداد تاریخی مرتبط با کشور خودتون یا خاورمیانه مرتبط میشه و مخاطب کشوری که دارین توش درس میخونین چرا باید اینو بدونه؟ یعنی اساسا دانشجو منع میکردن از این که به کانتکست خودش بپردازه، به بستر سیاسی اجتماعی یا فرهنگی خودش بپردازه. و این به نظرم یه بحرانه، این که بانیان هنر، مدرسین هنر در نیمکره غربی جهان به واسطه برخورداری آن نیمکره از عناصر مس مدیا، عناصر رسانه‌های جمعی گسترده، به خودشون این حقو بدن که ما نیازی نیست در مورد بسترهای دیگه آگاه بشیم. فکر می‌کنم این امروز وظیفه ماست که اگر اثری وابسته به بستر فرهنگی خودمون تولید می‌کنیم، در کنار شرح لازم در مورد اون بستر رو فراهم کنیم. یعنی متنی که خواستگاه مثلا تاریخی، اجتماعی، فرهنگی اون اثر رو تشریح کنه که جلوی خوانش توریستی از اثر رو بگیره. در میرسه نبود پژوهش‌های بنیادی و اساسی در حوزه نشانه‌شناسی و نمادشناسی عناصر تجسمی کشورمون و همچنین عرضه نادرست آثار تجسمی که با این نشانه‌ها و مدیوم همراه شدن کاستی‌هایی را در این عرصه ایجاد کرده. امیدواریم که از این گفتگو لذت برده باشین. تا منشور دیگه، خدا نگهدار.